همراهان گرامی و همیشگی درود بر شما و با درود بر تمامی مبارزان راه آزادی ایران عزیزمان در یک تحول بی سابقه روز شنبه 28 مهر ماه اقامتگاه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در قیصریه هدف حمله پهپادی قرار گرفت اما آنچه که پشت این حمله نهفته بود به مراتب پیچیده تر و جنجالی تر از چیزی است که اسرائیل و رسانه های وابسته به آن تا کنون مخابره کردند. پایگاه خبری دفاعی اکسیس در گزارشی افشاگرانه اعلام کرده است که ارتش اسرائیل و سازمان جاسوسی موساد از این حمله آگاه بودند و آمدانه اجازه انجام آن را دادند. به نظر میرسد این حادثه فقط یک ماجراجویی نبوده است بلکه بخشی از یک نقشه بسیار بزرگ برای زمین سازی حمله مستقیم اسرائیل به رهبر رژیم جمهوری اسلامی علی خامنه ای است. عکسی از گزارش خود را اینگونه ادامه می دهد که آیا بنیامین نتانیاهو خود را قربانی هدفی بزرگتر کرده است؟ شاید این پرسش گزنده ترین بخش این داستان باشد. اینکه آیا حمله ای که ادعا می شود توسط گروه نیابتی جمهوری اسلامی یعنی حزب ترتیب داده شده بود واقعا یک توطعه از طرف رژیم جمهوری اسلامی برای ترور نتانیاهو و همسرش بود یا آنکه نتانیاهو و نهادهای امنیتی اسرائیل آمدان این حمله را تسهیل کردند تا از آن به عنوان بحانه ای برای وارد آوردن ضربه نهایی به علی خامنه ای استفاده کنند تحلیلگران پایگاه خبری اکسیس تأکید دارند که موضع گیری سریع و پیام نتانیاهو در شبکه اجتماعی اکس نشانه ای واضح از این بوده است که اسرائیل منتظر چنین حمله ای بود درست همان گونه که در گذشته حوادث مشابهی را برای آغاز حملات گسترده خود به مواضع نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاک خود قبول کرده بود نتانیاهو در پاسخ به این حمله با لحنی تهدیدآمیز نوشت که این اقدام من و اسرائیل را از ادامه جنگ علیه دشمنانمان به منظور تضمین امنیتمان برای نسلهای آینده باز نخواهد داشت مکسیس می نویسد که حالا اسرائیل دستش برای ترور مستقیم رهبر رژیم جمهوری اسلامی کاملا باز است این نخستین باری نیست که اسرائیل تلاش می کند تا دامهایی را برای نیروهای نیابتی و دشمنان خود پهن کند دشمنانی که مانند جمهوری اسلامی به سادگی در این دامها می افتند. البته تحلیلگران امنیتی اسرائیل از این اقدام اسرائیل به عنوان پهن کردن دام نام نمیبرند و آن را به عنوان اقداماتی برای نشان دادن پتانسیل های تروریسم حکومتی توسط جمهوری اسلامی عنوان می کنند. حالا اسرائیل دست بالا را در تقابل های منطقه‌ای به دست آورده است و این همان نقشه ای است که حالا برای جمهوری اسلامی طراحی شده است. اسرائیل تمام بحانه های لازم برای حمله به مراکز حساس نظامی و حسی در ایران و همچنین حمله مستقیم به بیت علی خامنه ای را حالا فراهم کرده است و حالا نتانیاهو می تواند به زعم خود محور شرارت را برای همیشه از میان بردارد پایگاه خبری اکسیس ادعا می کند که این حمله کاملا از قبل توسط ارتش اسرائیل و موساد شناسایی شده بود اما آنها تنها نخست وزیر را به مکان امن منتقل کردند و اجازه دادند که این حمله صورت بگیرد گزارش هاکی از آن است که سه پهپاد از سوی لبنان به پرواز درآمدند دو پهپاد رهگیری و خونسا شدند اما یکی از آنها موفق شد به ساختمان اقامتگاه نتانیاهو اصابت کند. مقامات اسرائیلی سریعا انگشت اتهام را به سمت ایران و حزب الله نشانه گرفتند و رژیم جمهوری اسلامی را به صورت مستقیم متهم به تلاش برای ترور نتانیاهو کردند. در حالی که منابع موثق خبری تأکید دارند که پهپادهای استفاده شده همگی ساخت ایران بودند و خود بهانه لازم را به اسرائیل برای تهاجم گسترده تر به مواضع نظامی جمهوری اسلامی می دهد. چیزی که این داستان را به یک سناریوی پیچیده تر تبدیل می کند این است که نه تنها حمله پهپادی بلکه نحوه واکنش نتانیاهو و اظهارات اوست. در حالی که کمتر از چند ساعت پس از این حادثه نتانیاهو در شبکه اجتماعی اکس پیام داد و تهدید کرد که هر کسی به اسرائیل آسیبی برساند و های سنگینی خواهد پرداخت بسیاری از ناظران سیاسی بر این باورند که این پیام نه به معنای دفع خطر بلکه یک تهدید آشکار به حمله همه جانب علیه جمهوری اسلامی و اقدامی تلافی جویانه است حمله ای که اگر بخواهد در پاسخ به حمله به اقامتگاه نتانیاهو باشد پاسخش حمله به بیت رهبر جمهوری اسلامی است آیا اسرائیل با اجازه دادن به این حمله و تظاهر به قربانی بودند؟ میتواند کسب حمایت بین المللی برای حملات قریب الوقوع خود به بیت رهبر جمهوری اسلامی را به دست بیاورد؟ تحلیلگران میگویند که حالا اسرائیل هر آنچه را که میخواسته برای حمله ای همه جانبه به ایران به دست آورده است و برنامه های استراتژیک اسرائیل حالا کامل شدند. اینکه نتانیاهو در پیام خود بلا فاصله انگشت اتهام را به سمت ایران نشانه گرفت و سخنانش را به زبان تهدید و اختار بیان کرد نشان می دهد که او برای جنگ آماده شده است. اسرائیل در سالهای اخیر بارها و بارها ادعا کرده است که رژیم جمهوری اسلامی و گروه های وابسته به آن تهدید برای امنیت این کشور هستند و از هر فرصتی برای سرکوب و محدودسازی آنها استفاده کرده است اما این بار به نظر می رسد که آنها به دنبال هدف بزرگتری هستند سر مار حمله مستقیما به رهبر جمهوری اسلامی با توجه به اطلاعات منتشر شده و واکنش های بین المللی بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که اکنون نتانیاهو و همپیمانانش برای حملاتی گسترده طی چند روز آینده آماده شدهاند در همین حال وبسایت خبری اکسیس روز شنبه گزارش داد که مقامات ایالات متحده ای آمریکا درباره احتمال یک نقض امنیتی بزرگ در دو سند اطلاعاتی آمریکا در ارتباط با تدارک اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی به شدت نگران هستند. یک کانال تلگرامی مرتبط با جمهوری اسلامی روز جمعه اقدام به انتشار دو سند مزبور کرد و مدعی شد که آنها را از یک منبع امنیتی دریافت کرده است. به گزارش اکسیس، انتشار این دو سند در میانه آماده سازی های اسرائیل برای پاسخ دادن به حمله موشکی ده مهر جمهوری اسلامی ممکن است تلاش برای اختلال در عملیات اسرائیل باشد. عکسی افسوده است که پنتاگون و دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا به رغم خودداری از اظهار نظر درباره این اسناد درس شده صحت آنها را هم انکار نکردند. اکسیوس خاطر نشان کرد که نمیتوان صحت اسناد مزبور را تایید کرد اما شاید تأخیر در حمله اسرائیل یک دلیلش آن باشد. یک مقام آمریکایی به اکسیس گفته است که این اقدام اگرچه بسیار نگران کننده است اما تأثیری بر عملیات نهایی اسرائیل علیه رژیم جمهوری اسلامی نخواهد داشت همچنین یک مقام ارشد اسرائیل به اکسیس گفته است که مقامات دفاعی اسرائیل از این مسئله اطلاع دارند و آن را بسیار جدی میگیرند مخاطبان گرامی ضمن درود اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.